گیر هارده نخست وزیر پیشین ایسلند. دولت ایسلند نگرانی عمیق خود را از ممانعت مقامات عراقی از رسیدن کمک های انسانی و پزشکی به اشرف اعلام کرد. دولت ایسلند از مقامات عراقی خواست از قانون بشر دوستانه بین المللی پیروی کنید. دولت اوباما باید به تعهدات اخلاقی خود نسبت به کمپ اشرف احترام بگذارد. مقامات آمریکایی باید به فوریت نام مجاهدین را از لیست خارج کنند. جنرال گوستاو هاگلوند، وزیر دفاع پیشین فنلاند: تحریم های اقتصادی علیه دولت عراق مناسب هستند، اما باید با استقرار فوری تیم سازمان ملل متحد در اشرف همراه باشند. کشورهای نوردیک، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک و ایسلند باید این ابتکار را وارد ماموریت‌های یونامی کنند. سرکوب اشرف از دیده‌ها پنهان نمانده است. بستن اشرف از 2 سال پیش در دستور کار دولت عراق قرار داشته است. عراقی‌ها قول دادند که حفاظت کمپ را بر عهده بگیرند. این حمله مرا به یاد صبرا و شتیلا در لبنان انداخت که 2 سال در آنجا به عنوان فرمانده تیم ملل متحد خدمت می کردم. وظیفه نظامیان حفاظت از شهروندان است و نه قتل عام آنها. هیچ چیز از این جنایتکاران تر نیست. کشتن افراد بیدفاع. تمام همکاران من در کشورهای نوردیک همین عقیده را دارند. پناهندگان را نمی توان به ایران بازگرداند. اعزام مجدد به اروپا و آمریکا یک راه حل طولانی. بهترین راه حل کنونی استقرار دائمی ناظران بین المللی در کمپ اشرف است. آنها با حضورشان می توانند تضمین کنند حمله دیگری صورت نگیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید ناظران خود را به کمپ اشرف بفرستد. باید توجه رسانه‌ها و دولت‌ها و افکار عمومی را به رفتار غیر قابل قبول دولت عراق در قبال کمپ اشرف و پناهندگان در خاک خودش جلب کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران باید از لیست خارج شود تا دولت عراق دیگر توجیهی برای قتل عام نداشته باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 18 اردیبهشت 1390. Mozart, 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 Moz